اپلای و اینا خیلی بهتون کمک میکنه. و توی برگزاره این مراسم هم حامی ما بودن و خیلی به ما کمک کردن. ازشون دعوت میکنم که برای ارائهشون به بالای صحنه بیان. خواهش من عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت دوستان عزیز. گروهی که در خدمتتون هست گروه پرشن دانشجو هست، از سال 86 فعالیت خودش آغاز کرد در زمینه اپلای. وقتتون رو نمیگیرم، خدمات و خدمتون معرفی میکنیم. گروه پرشن دانشجو برای شما، اگه دقت کنید اول ساعت برای پری اپلای به شما تافل ثبت نام کنید، جی آر ای ثبت نام کنید، اپلیکیشن فی پرداخت کنید. ما سواد محصولاتمون رو خدمتتون معرفی می‌کنیم. هیچ اصراری هم روی استفاده از محصولات خاصی نیست. شما میتونید انتخاب کنید، قیمت‌ها رو مقایسه کنید، روش‌های مختلف رو بررسی کنید، بهترین ایده رو تو تمام سایت‌ها خودتون انتخاب کنید. کارمزد سایت ما 6.5% هست که به جرئت می‌تونیم بگیم که کمترین کارمزد توی سایت‌های پرداخت هست. توی سایت قیمت دلار به صورت لحظه‌ای آپدیت میشه. شما همونجا میتونید پنلتون رو وقتی که دلار ارزونه شارژ کنید و بعد از اون ازش استفاده کنید. ببینید کلاً تو همه سایت‌ها، من بهتره کلی برای سایت‌های پرداخت صحبت کنم که خیلی قضیه شخصی نشه. توی تمام سایت‌های پرداختی شما می‌خواید پرداخت کنید، یه فرم محاسبه هزینه داره. حالا هر سایتی از همکارای ما که باشه، توی فرم محاسبه هزینه برای پرداختتون نوع سفارشتون رو انتخاب می‌کنید. مثلا قراره جی آر ای ثبت نام کنید با مسترکارد، ویزا کارت، کارت شماره 1. واحد پولیتون رو انتخاب می‌کنید، حالا دلار یا یورو، مثلا اپلیکیشن دانشگاه اروپایی می‌خواید پرداخت کنید. مبلغتون رو وارد می‌کنید و گزینه محاسبه کن رو کلیک می‌کنید. بعد از اینکه گزینه محاسبه کن رو انتخاب کردیم، شما یه پیش فاکتور نشون میده که می‌تونید مبلغ نهایی فاکتور خودتون رو توی اون مشاهده کنید و با بقیه جاها مقایسه کنید. در صورتی که ثبت سفارش و ادامه پرداخت رو کلیک کنید، یه فرم میاد برای شما که تقریبا همه سایت ها همینطوری است. اون فرمی که شما دارید یه سری اطلاعات شخصی از شما میگیره، نام خانوادگی، ایمیل که خب خیلی شخصی است. یه قسمت هست که خیلی دقت کنید برای هر جا که ارسال میکنید. این نمونه داشتیم، طرف اشتباه کرده بود برای سرویس بی، اومده بود این ماه و روز هست توی انگلیسی، بعضی وقت وسط میذارن، یه موقع سمت چپ میذارن، اینو جابجا زده بود، مثلا کلا نتونست بره سفارت. شما فایل راهنما رو برای هر جا که ارسال میکنید برای پرداختتون ترجیحاً عکس بگیرید و کامل ارسال کنید. ما مستثنا نیستیم، یه منوی براز یا چوز فایل داریم. شما یه فایل راهنما آماده میکنید، از این قسمت آپلود میکنید. من یه نمونه فایل راهنما براتون آماده کردم، مثلا بچه‌ها فرستادن می‌خواستن تافل ثبت نام کنن. اون نکته های مهمی که هست برای ثبت نام تافل، یک یوزرنیم پسورد شما هست، یه قسمت هست محل آزمون شما، یه قسمت هم هست حالا یا کد ملی یا شماره پاسپورت. اگه پاسپورت نشه هم کد ملی کافیه. شما کافیه همین فایل رو آماده کنید، از هر جا خواستین پرداختتون انجام این آپلود کنید که دقیق باشه. ترجیحاً هم لابراتوار ای و بی و سی همه اینا رو کپی پیست کنید که مشخص باشه و مشکل بر نخورید. بعد از اون به درگاه بانکی آنلاین متصل میشید. توی درگاه آنلاین بانکی میتونید درگاه مثلا بانک ملت رو انتخاب کنید، با همه کارت‌های شتاب پرداختتون رو انجام بدید. بعد از انجام پرداخت برای شما اس ام اس میاد که تاییدیه پرداخت شما دارین، به عنوان رسیدی از سمت ما هست. یک ایمیل هم از سمت ما برای شما ارسال میشه که شماره تراکنش بانکی و رهگیری توی ایمیل ثبت شده. رهگیری سفارش رو میتونید از توی سایت قسمت رهگیری سفارش پیگیری کنید که مطمئن بشین سفارشون انجام شده یا انجام نشده.
شارژ که هزینه صدورش 5 تا 10 دلاره. مسترکارت مجازی غیر قابل شارژ اگر شما توی ناحیه کاربریتون وارد بشید و روی سب سفارش ویزا کارت کلیک کنید به این صورت مشاهده میکنید. یه سری کارت های آنی هست که برای کار اپلای میتونید استفاده کنید. یه سری مبلغ دلخواهه. مبلغ دلخواه چطوریه؟ توی روش شما میان مثلا میگین من 4 تا میگین یه 80 دلار اپلیکیشن فی دارم، یه 110 دلار اپلیکیشن فی فلان دانشگاه، 5 تا ریپورت دارم، 5 تا ریپورت تافل، 5 تا جی آر ای، یه دونه جی آر ای، یه دونه تافل، میشه اینقدر مبلغ، مثلا 575 دلار. کارت رو درخواست میدین 575 دلاری، 24 ساعت بعد کارت مجازی میاد توی پنل شما. از طریق همون درگاه آنلاین سفارش میدین، پرداخت آنلاین انجام میدین، ببین عکس کارت به این ترتیب میاد توی پنل کاربری شما. شما میتونید مبلغتون چون متغیره خوبیش اینه، هزینه صدور این کارت برای بالای 100 دلار 10 دلاره. با بقیه جاها مقایسه کنین. یه خواهشی که ازتون دارم، از سپتامبر تا ژانویه چون ما محدودیت صدور کارت داریم، 50 تا کارت در روز میتونیم طبق قرارداد با بانک صادر کنیم، از سپتامبر تا ژانویه چون تعداد درخواست بالا میره، من هر سالم بچه ها میگم، پارسال تو همه شهر تو اپلای گفتم، سعی کنید که زودتر سب سفارش رو انجام بدین. کارت که اتفاق براش نمیفته، موقعی که دلار ارزونه که به نفعتون هم باشه، سب سفارش انجام بدین، کارت رو داشته باشین، انقضای کارت 3 سال است، مشکلی پیش نمیاد برای شما، میتونید استفاده کنید. اگر هم خواستین کنسل کنید تای کارت اضافه مون، باز مشکلی نداره. شما یه 800 دلاری سفارش دارین، بچه‌ها الان مثلا برای کنسلی زنگ میزنن، یه 800 تایی سفارش دادین مثلا 200 تا اضافه مونده، اپلایشون هم تموم شده، ما درخواست بانک میدیم، بانک 5 دلار میگیره، کارتو کنسل میکنه، 195 دلار به قیمت دلار به شما ریالی برگشت داده میشه. بخش دومی که باز بهتون میگم هیچ جا پیدا نمی کنید و سرچ کنید، اگه پیدا کردید ویزای رایگان به شما میدیم، ویزا کارت های آنیه که تو مبالغ ثابته و کارمزد صدورش صفره. یعنی شما این که ما داریم براتون پرداخت انجام میدیم، با همون مبلغ خودتون میتونید پرداخت کنید. تو مبالغ 295، مبالغی که مثلا از وقت سفارت سرویس فی آزمون جی آر ای تافل ریپورت میتونید استفاده کنید. ببینید اونایی که جلویش نوشته تحویل آنی، همون موقعی که شما سب سفارش کردین، پرداخت آنلاین کردین، بلافاصله میاد تو پنل کاربری. یه بازه زمانی میشه تافل باز میشه، بچه‌ها زیاد میخرن، اگه دقت کنی کنارش میبینی موجود نیست. 24 ساعت بعد، 48 ساعت بعد به دیتابیس اضافه میشه. این کار تا کارمزد صدور صفر به صورت آنی هم بلافاصله تو پنل شما قرار میگیره. مثل همون تو قسمت ویزا کارت های من رفتین، عکس کارت رو میتونید مشاهده کنید. روش سوم ما سعی کردیم سبد خرید رو طوری بذاریم که همه راضی باشن. روش سومی که شما پرداخت میکنید، بازم شما پرداخت میکنید. ما یک سال و تقریبا 3-4 ماه یه روشی رو تست کردیم برای یه سری ثبت نام تو همین دانشگاه تهران، دانشگاه برق، توی اردیبهشت ما انجام شد. توی این روش سامانه پرداخت یو پی هست، upay.ir یکی از ساب دومینای ما هست. شما توی این روش میتونید اطلاعات مهم کارتتون رو، اطلاعات فقط فرم رو پر کنید. شما کافی اول حساب کاربریتون رو شارژ کنید، افزایش موجودی بدین. مثلا شما میخواید یه ثبت نام 27 دلاری انجام بدین، 27 دلار حسابتون رو شارژ میکنید، افزایش موجودی رو توی پنل مشاهده میکنید، بعد فرم مربوطه رو پر میکنید. فرم مربوطه مثلا اطلاعات مربوط به زمان آزمون تافل یا بقیه موارد از شما میگیره. توی این فرم ارتباط با سرور برقرار میکنه. توی این حالت ارتباط شما با سرور برقرار شده، سرور می ثبت نام شما رو انجام میده. اگر ثبت نام موفقیت آمیز بود، با کد رهگیری و بقیه مواردی که پایین به شما نشون میده، کامل مشخص میکنه این ثبت نامتون انجام شد، براتون رسید ایمیل میشه. اما اگر به هر دلیلی مثلا یه مشکلی پیش اومد تو فرآیند ثبت نام، حالا یا از سمت سیستم بود یا از سمتی که زمان شما مثلا اشتباه زده بودین، یه تاریخی اشتباه زده نبود، به شما یه کد وضعیت و کد خطا میده که شما اون سیستمتون رو اصلاح کنید. این سیستم الان مراحل آزمایشیش تموم شده، ان شاءالله از شهریور ماه میتونید از این سیستم هم استفاده کنید به آدرس upay.ir. درگاه بانکی و نماد اعتماد و پورتال پشتیبانی هم که خب توی سایت میتونید مشاهده کنید، مشکل خاصی نیست. قسمتی که الان داره به سایت اضافه میشه که ویکی دانشجو هست. از تجربیات این 8 سالی که از سال 86 ما کار شروع کردیم، میگیم اتفاقات و مشکلاتی که پیش اومده برای بچه‌ها. مثلا یه نفر بلیط هواپیما گرفته، داشته ترانزیت می‌کرده، این 20 کیلو بوده اون 30 کیلو بوده، نمی‌دونسته. دو مثلا بلیط مختلف گرفته، از ایرلاین‌های مختلف گرفته، به مشکل برخورده. یا مثلا به خود یکی از روش
سی سه فارسی اگه اسمس بزنید یه کد تخفیف 30% براتون ارسال میشه که میتونید استفاده کنید که حداقل میانگین بین 20-22 نفر به صورت رندوم کد 100% تخفیف میگیرن که یه نفرشون که به من خبر ندن 28-36 آخر شمارهشه، فکر کنم یه ساعت پیش گرفته کد 100% تخفیف، تقریبا توی ثبت نام مثل تافل مثلا 45,000 تومان تا 48,000 تومان تخفیفتون میشه، یعنی کمتر پرداخت میکنید. یه قسمت دیگه هم که اینم که خدمتتون توضیح دادم واسه 5 عدد کد تخفیف 100% کارمزد با ارسال عدد 3. یه قسمت دیگه هم که باز ما اولین بار تو همایش شما ارائه دادیم، ما قبلا زمان دانشجویی که دانشگاه بودیم، دانشگاه علم و صنعت توی شاخه دانشجویی بودیم، از آریانپور اساتید زبان آوردیم توی دانشگاه، آقای شیردل و خانم ساجدی و خانم درخشان، اینا اساتید معروف اون موقع بودن که حالا یه سریشون ایران نیستن. ما اون موقع برای بچه‌ها یه دیویدی آماده کردن، این دیویدی رو توی پک در اختیارتون قرار دادیم. این دیویدی خوبیش چیه؟ وکابولاری هست، شما وکاب اصلا احتیاج نیست به نظر من کلاس ببینید، یعنی همین رو گوش بدین، روی دیویدی هست ببینید چطوریه سیستمش. رایتینگ 1 و 2 هست، یه سری سی وی و اس او پی و جزوات گذاشتیم، ولی اون چیزی که از همه، یعنی سی وی و اس او پی همه جا میتونید پیدا کنید، ولی این دیویدی رو با اون سیستم اوتورانی که شما نگاه کنین، ما یه پلیر درست کرده بودیم اون موقع، وایس استاد پخش میشه، میاد لغت رو صحبت میکنه، پی دی اف خود آریانپور رو اسکن کردیم گذاشتیم، مثلا میاد لغت رو توضیح میده به شما، بعد میاد همین لغت رو تو یه صفحه مثلا 15 تا هممنی با مثال از فیلم و از جای مختلف میگه. من خودم اون موقع البته میخواستم برم، نشد به من پی بی تی با همین امتحان نمشم 640، این قضیه مال 8 سال پیشه واقعا، چون این برای ما نیست دیگه، برای کل گروه دانشگاه بوده. اینم به دردتون میخوره، بعد نیست اگه بتونید اوتوران اجرا کنید و ازش استفاده کنید به دردتون میخوره. زیاد وقتتون نمیگیرم، اگه سوالی بود همکارای ما بیرون هستن در خدمتتون هستن، و اگه مشکلی بود، اگر توی کد تخفیف مشکلی بود، یک درصد آری اسپیسی کم و زیاد زن ارور میده، تماس بگیرید ما مشکلتون رو برطرف میکنیم. این شماره رو اگه دیدین خیلی سخته، صفحه آخر اون بروشوری که خدمتتون دادیم توی پک اونجا نوشتیم هست. خسته نباشین، ان شاءالله موفق باشین. تشکر میکنم از همکارمون توی پرشین دانشجو. حالا توی این قسمت میخوایم راجع به چیزی صحبت کنیم که چطوری ما خودمونو نمایش بدیم، این چیزایی که داریم، جی پی ای و ریسرچ و همه این چیزایی که داریم، ما تو چه قالبی چطوری نمایش بدیم که بهتر باشه برای اونایی که میخوان ببینن اینا رو. که کسی که اینجا صحبت میکنه از دانشجوی دانشکده مکانیک هستن، کارشناسی همینجا بودن، 4 ساله درسشون تمام شده و به قول معروف میتونیم بگیم که مثلا آس ادمیشنای ما سالان از استنفورد پذیرش گرفته داره میره. خواهش می‌کنم خانم یاسمن شیریان رو تشویق کنید. سلام. خب اگر خب چیزی که من میخوام در موردش صحبت کنم نوشتن رزومه و اسوپی. حالا شاید خیلیتون ندونین اسوپی چیه، قشنگ توضیح بهتون میدم چیزایی که اصلشه که باید بدونید. بچه ها چیزی که مهمه، حالا تا الان صحبت شد که معدل، نمره تافل، نمره جیاری چی مهمه، چی باعث میشه که ما اینجا پذیرش بگیریم، و بچه ها همشون خیلی با جزئیات تا اونجایی که میتونستن گفتن که در حقیقت نتیجهش میشه که حالا معدل و بعد مجموعه همه اینا. و این چیزی که هست این که شما ممکنه خیلی توانایی داشته باشید، خیلی کارا کرده باشید، خیلی پروژه ها رو انجام داده باشید، ولی نتونید اینو به خوبی نشون بدید، به خوبی پرزنت کنید، نتونید اینو به طرف مقابلتون بگید که این توانایی دارید، انگار اونا رو ندارید. یعنی واقعا اگر تو این قسمت نقطه ضعف دارید روش کار کنید، یعنی اگر واقعا احساس میکنید نمیتونید بیان کنید، نمیتونید اون نقاط قوتی که دارین رو به موقع ازش استفاده کنید، انگار اونا ندارید. و برعکس ممکنه نسبت به یکی دیگر از دوستاتون کمتر بلد باشید یا کمتر کار با نفس را بلد باشید، ولی خیلی بتونید اونو نشون بدید، خیلی خوب پرزنت کنید شما بردین نسبت به کسی که نتونه این کار انجام بده. در حقیقت رزومه برای چی می نویسیم؟ رزومه برای این می نویسیم که یه خلاصه ای از
تاریخچه علمیمونو، حالا الان چون ما داریم آکادمیک اپلای میکنیم، حالا بعدم برای کار، یا خلاصه ای از کاره شاخصی که تو زندگیمون انجام دادیم یا حالا تو زندگی آکادمیکمون انجام دادیم و میخواییم ارائه بدیم. سعی کنید که خیلی نکته به نکته بنویسید، زیاد ننویسید، به تفصیل نگید، به خاطر اینکه مرسی، به خاطر اینکه قرار نیست اصلا رزومه داستان باشه، قرار یه سری پوینت ها رو به شما بگه. و اینکه چیزی که در مورد حالت کلی رزومه، حالا من یه نمونه رزومه خودم رو اینجا دارم بهتون نشون میدم. چیزی که مهمه که خب ظاهر رزومه است، تعداد صفحات، فونتی که استفاده میکنید، اندازه فونتی که استفاده میکنید، که اگر سرچ کنید تو اینترنت خیلی چیزا میتونید پیدا کنید. حتی برای هدفهای مختلف که رزومه میخواین بنویسید، فونت های مختلف وجود داره، سایز های مختلف وجود داره. ولی حد اکثر توصیه میشه که 4 صفحه داشته باشین، بیشتر از 4 صفحه رزومه نداشته باشین، چون استاد حسین ندارم ببینن. و اینکه حالا فونت استاندارد، حالا اریال میتونه باشه، تایمز نیو رومن میتونه باشه، ولی دیدم که یه سری از فونت های حالا تزیینی هم استفاده میکنن. اگر کارتون حالا مربوط به یه سری رشته های خاص تره که یه ذره ریسک داره، ولی خب معمول استفاده میشه ولی رایج نیست. و اینکه حالا فونتی هم که داریم برای هدینگ ها، من 15 میذارن، حالا برای خود معمولی هم بین 10.5 تا 12 است، بستگی داره که حالا چقدر حرفاش گفتن داشته باشین تو رزومتون. و اینکه حالا مهمه که فاصله خط خطوط چقدر باشه، اینکه حالا مثلا کلماتو درست انگلیسی درست بنویسید، غلط دیکته نداشته باشید، خب این که کاملا واضحه. این نمونه از رزومه منه، میخوام صورت کلی رزومه رو ببینید. یه چیزی که هست در مورد رزومه، خیلی ممکن نظر بدن، من خودم یکی از استادام من گفت عکستو بذار، ولی یکی دیگه من گفت گذاشتن عکس اصلا حرفه‌ای نیست. به خاطر منم خودم راستش بخوام الان که اینجا هستم نفهمیدم بذاریم یا نذاریم، ولی من بدون عکس فرستادم و حالا میبینید که قسمت بالاش اسممه و حالا یه سری شاخصهای کلیه، یعنی اطلاعات شخصیه، بعد در مورد سابقه تحصیلیتونه، بعد ریسرچ. قبل از این سابقه تحصیلی میتونین یه پاراگراف دیگه، یعنی یه قسمت دیگه داشته باشین، هدف از نوشتن پروژه که بهش میگن ابجکتیو. اون اگر مثلا دوستای میتونین اضافه کنید، رزومه حرفه‌ای میشه اگه بذارید، اگر نظرین هم اتفاق خاصی نمیفته. ریسرچ اینترست، یعنی بیشتر تو چه زمینه‌ای دوست دارید کار کنید. دقت کنید بچه‌ها، بعضی موقع‌ها مثلا ممکنه برای سایت دانشگاه‌هایی بفرستید که حالا یه دانشگاه، مثلا من خودم مکانیکم، حالا زیر مجموعه سیالات حالا حرارته، یه جای دیگه میخوام بفرستم که سیالات محاسباتیه. حواسم باشه که اینترستی که میفرستم با اون چیزی که اپلای میکنم در تضاد نباشه، رزومه‌مو اینو نبینن و ببینن یه چیز دیگه اپلای کردم. حواستون باشه که اگر دارین یه ذره فیلدهای مختلف اپلای میکنید، این قسمت رزومه‌تون در تضاد نباشه. بعد قسمت حالا افتخاراتی که کسب کردید، هم میتونه درسی باشه هم میتونه غیر درسی باشه، ولی خب درسی مهمتره. بعد به ترتیب ساله و بعد حالا به ترتیب ریسرچ اکسپریانسایی که داشتین و بعد حالا تکنیکال و دو صفحه بعدی که حالا ترتیب کلیشو میگم، که اولش گفتم یه بلوکه که اسم، حالا آدرس ایمیل، شماره تلفن و بقیه اطلاعات شخصی، همون هدف از نوشتن رزومه است، تحصیلات، یعنی تو چه مقطعی هستید و تاریخچه تحصیلاتتون تو جاهایی که بودید، حالا از های اسکول شروع میشه و بعد جایی که کارشناسی خوندین و اگر ارشد هستین جایی که کارشناسی ارشد خوندین و حالا جی پی ای که میذارید، جی پی ای 4 سال، اگر من کارشناسی بودم جی پی ای 4 سال بذارید و اگر جی پی ای 2 سال آخرتون بیشتر از 4 سالتونه، جی پی ای 2 سال آخرم جدا ذکر میکنید اون پایین. ببینید من تو رزومه خودم اون پایین last 2 years GPA دارم، حالا GPA 4 سالم هم نوشتم. بعد حالا ریسرچ اینترست که هم گفتم منظورم چه، بعد اکسپریانس هایی که داریم، اکسپریانس ها حالا میتونه چند نوع باشه، یا اکسپریانس های اکادمیک باشه، یعنی همون ریسرچ اکسپریانس ها، میتونه کاری باشه، مثلا اگر شما تی ای هستین این جزء کاریا حساب میشه، یا ممکنه یه جای اینترنشیپ، یعنی کارآموزیتون رو گذروندین که جای خیلی خوبیه، میتونید اونم ذکر کنید، به دردتون میخوره چون براشون اهمیت داره. و حالا یه سری کارهای بالا، یعنی کار داوطلبانه هم که انجام دادید و میتونید زیر مجموعه این اکسپریانس ها بذارید، میتونید تقسیمش کنید به اکسپریانس های آکادمیک و غیر آکادمیک و تو رزومتون بذارید. بعد یه سری مهارت ها هست بچه ها،
مهارت‌ها نرم افزار خیلی خوبه یاد بگیرید. خیلی کمک میکنه بهتون، چون ما کشایی هستیم که نرم افزار رو کرک شده داریم ولی خیلی از دانشجو اون طرف ندارن. و اگر شما به این نرم افزار بگیم مستر این نرم افزار هم خیلی میتونه کمکتون کنه که از یه دانشگاه پذیرش بگیرید، مخصوصا یه سری نرم افزارهای برنامه نویسی، حالا هم تو برق، حالا نمیدونم ولی تو مکانیک مثلا مطلب یا ماتماتیکا، یا یه سری نرم افزارهای تخصصی اگر شما بنویسید تو رزومتون که بلد هستی و با اون نرم افزار چند تا پروژه انجام دادین، خیلی از استادا رو جذب میکنه. و بعد حالا مهارت‌های زبانی، اگر چند زبان بلد هستید میتونید بنویسید، و حالا بقیه مهارت‌هایی که میتونید بیارید. و بعد سراغ پابلیکیشن ها میرید. بعد یه سری کارهای فوق برنامه، تفریحاتتون، کاری که میکنید، مثلا خیلی من تفریحاتی که انجام میدیدم میتونه باشه میتونه نباشه، کاملا آپشناله. اگر دیدید رزومتون طولانی میشه حذفش کنید. و در آخر هم یه سری رفرنس میذارید. من سه تا استاد گذاشتم، سه تا استاد اسمشون و دپارتمانی که هستن و اینکه حالا چه سمتی در این دپارتمان دارن با میلشون، که اگر استادی رزومه شما رو دید و خواست از صحت اون توانایی که نوشتین اطمینان حاصل کنه، به این استادا میل میزنه و باشون صحبت میکنه. و من دیدم یه مورد داشتیم که برای یکی از دانشگاه خیلی خوب آمریکا، دوتا از دانشجوات، یکی از استادا میخواست یکی انتخاب کنه ولی دوتا دانشجو داشت، تقریبا هم شبیه هم بودن، به یکی از این استادا میل زد و از اون استادتون دانشگاه خواست که بین از این دوتا یکی رو انتخاب کنه. پس اینو سرسری نگیرید و استادایی رو بنویسید که شما رو میشناسن، باهاشون در ارتباطین و باهاشون کار کردین. چیزی که مهمه این که بچه‌ها خیلی صادقانه باشید، یعنی چیزی رو ننویسید که بلد نیستید، چیزی رو ننویسین که فکر میکنم می نویسم چهار ماه دیگه. چرا مثلا اگر فکر میکنید الان دارید رزومه می نویسید، دارید یه پروژه انجام میدین که بعد از این چهار ماه تو این پروژه قراره یه نرم افزاری رو کار کنید، بعد تو نرم افزار خیلی پیشرفت میکنید، آره بنویسید. ولی چیزی که اما اگر دارن ننویسید، چون عموما نمیخوان مدرک، چون اونو باور میکنن که شما راست میگین. ولی اگر یک بالاخره یک جایی مثلا تو همون مصاحبه ازتون خواستن و شما نتونید، فرصتتون از دست دادین و مثلا بک‌گراندتون بد شده، یعنی شاید استادا دانش ندارم ایش رو حالا یه قسمت دیگه میمونه SOP. بنظر من کار سختیه نوشتن SOP، ولی اگر بدونید بعد دقیقا چی کار کنید سختیش تموم میشه. SOP چیه؟ SOP شما تو رزومه گفتم مثلا جمله بندی نمی کنید، قرار نیست توضیح بدید، داستان بگید. SOP میاد چیکار میکنه؟ وظیفه SOP اینه که اون چیزایی که به صورت پوینت پوینت تو رزومه گفتید همونا رو بعد تکرار کنید، ولی رابطه اینا رو بعد تو SOP ارائه بدید. این که من نرم افزار بدم و اون پروژه رو انجام دادم، من از این نرم افزار تو اون پروژه استفاده کردم، یعنی یه جوری انگار اون گسستگی که تو رزومه تو SOP بعد بدین، ولی نباید تکرار مکررات باشه، نه حواسمون باشه. یه چند مورد تو SOP، حالا قبل از اینکه تو موردهای SOP برام دقیقاً چه چیزی داره، بعضی از دانشگاه‌ها پرسونال استیتمنت میدن یا پرسونال هیستوری استیتمنت. این یه مقداری با SOP فرق داره. SOP حدود 1200 تا 1500 کلمه است، دو صفحه‌ایه، بعد قراره شما توضیح بدید که چرا دارید هدفتون از ادامه تحصیل، اینا رو گوش، این چهار مورد بنویسید. هدفتون از ادامه تحصیل چیه؟ چرا اون دانشگاه رو انتخاب کردین؟ چرا اون رشته خاص رو انتخاب کردین؟ حالا عموما چون استادا به عنوان، یعنی من خودم مستر اپلای کردم و مستر پذیرش گرفتم، ولی استادا عموما دنبال کسی هستن که تا PhD کنارشون باشه. چرا میخواین PhD بخونید؟ چه کمکی بهتون میکنه؟ این چهارتا رو حتما باید SOPتون داشته باشه. یعنی شما خیلی ادبی بنویسید، قشنگ بنویسید، من اینجوری بودم، تو این سختی‌ها بودم، حالا درست یا غلطش رو دیگه خودتون میدونید. ولی اینا رو ننویسید به دردشون نمیخوره. میخوان بدونن که شما بدونید کجایید، چیکار دارید میکنید، میخواین به کجا برید.
این خیلی براشون مهمه، یعنی ذهن سازمان یافته دوست دارن. ولی یه چیزی دیگه از همون میخوام، مثلا دانشگاه برکلی من مطمئنم اینو میخواد چون من اپلای کردم و دیدم، این که پرسونال هیستوری استیتمنت. هر دانشگاه به صورت جدا میگه من میخوام تو این یک صفحه هست، تعداد کلماتش کمتره. و مثلا برکلی از من خواسته بود که یه سری مشکلات تو زندگی هر کسی هست، از من خواسته بود که این مشکل، یکی از این مشکلاتو بگو و بگو چه جوری تونستی با این مشکلت فائق بیای. من اشتباه ترجیحاً مشکل درسی باشه یا مشکلی که مربوط به زندگی آکادمیکت باشه، نه حالا مشکل چیز. برایش بود اگر نیست اشکال نداره، مشکلی باشه که حالا تو جامعه نسبت به نظری که حالا نسبت به خانوما دار یا توی طبقه از جامعه بودی که بهت نظری داشتن، بگو چه جوری به این مشکل فائق اومدی. حالا این هم یه صفحه است که نوشتن این بعد از نوشتن SOP زیاد کار سختی نیست. خب گفتم SOP چی میخواد؟ این که چه چیزی باعث ادامه تحصیلتون میشه؟ چه چیزی باعث شده که این رشته رو انتخاب کنید؟ چرا در این دانشگاه رو انتخاب میکنید؟ برای چی دانشگاه باید شما رو انتخاب کنه؟ این برای چی دانشگاه انتخاب کنه نیست، دانشگاه باید من رو انتخاب کنه زیرا من اینجوری، نه. شما اینو باید غیر مستقیم اثبات کنید که من توانایی دارم، که نمیگم از بغلیم بیشتره، توانایی دارم که میدونم چرا این توانایی رو به دست آوردم و میتونم این توانایی رو گسترش بدم. و اینکه حالا هدفتون برای آیندهتون چه میخواین چی کار کنید. خب قسمت های مختلف SOP، یه پاراگراف اوله، اون پاراگراف اول خیلی مهمه چون حالا شنیده شده که حالا نمیگم شاید زیاد علمی نباشه ولی حالا بد نیست بشنوید، که اصلا پاراگراف اولو میخونن بعد بقیه یه نوشته رو اسکن میکنن، زیاد دقت نمیکنن، بعد میرن سراغ دو سه پاراگراف آخر که میگم توش بعد چی نوشته بشه. پاراگراف اول خیلی مهمه. عموما من بهتون توصیه میکنم اگر زبانتون خوبه از اول به انگلیسی بنویسید. نوشتن استوپی به فارسی بعد ترجمه اون به انگلیسی زیاد چه قشنگی نمیاره، چون بعضی از کلمات تو فارسی معنی میدن ولی ترجمهشون به انگلیسی خوب نیست. یعنی من بهتون توصیه میکنم اگر حتی اگر انگلیسیتون در اون حدیه که از اول استوپیتون رو انگلیسی بنویسید، از یکی که انگلیسیش خوبه کمک بگیرید که بتونید از اصطلاحات و یا طرز بیان انگلیسی استفاده کنید که منظورتون رو برسونید. واقعا تاثیر داره. پاراگراف اول چیزی که بچه‌ها من می‌نویسن، من در خانواده بسیار اهل علم به دنیا، من از بچگی پدرم رو می‌دیدم که در کتاب در دستش بود، مادرم اینجوری بود و منم خیلی به درس علاقه داشتم و خلاصه که شاگرد اول شدم و من نه. این خب خیلی چیز تکراریه، خیلی چیز تکراریه. خودتون رو بنویسید، خودتون رو بنویسید، زندگی خودتون رو. قرار نیست که همه از خانواده بسیار علمی باشن و همه از بچگی باباشون کتاب دستشون باشه تا مثلا بگن. میدونید واقعا واقعیت رو بنویسید. سعی کنید که SOP زیاد نخونید، سعی نکنید هی از آدمای مختلف SOP بگید، SOP اینو بخونم، SOP اینو بخونم، چون میدونید چی میشه؟ اینجوری میشه که شما هی عقب میندازید نوشتن SOP رو، چون ممکنه یه ذره بنظرتون سخت باشه، بعد آخرش وقت کم آوردین، وقت کم آوردین، پاراگرافای بقیه رو کپی پیست میکنید، بعد یه چیزی در میاد که پیوسته نیست، واقعا هم میفهمن. پس من بهتون توصیه میکنم که زیاد SOP نخونید، در حد یکی دو تا بخونید که ببینید اصلا بعد چجوری بگید، بعد خودتون زندگی خودتون و واقعا اون چیزی که باعث شده اینجا بشین اپلای کنین، دانشگاه خوب درس بخونین، معدلتون بالا باشه رو بنویسید. بعد از اون حالا یه مین سراغ بک‌گراندی که داشتن تو دبیرستان، اگه کارهای خاصی انجام دادید، کار علمی، و بعد دوران دانشگاه ریسرچی که تو دانشگاه انجام دادید، کار فوق برنامه‌ای که میتونه کمک کنه، واقعا تاثیر داره. مثلا بگین من فلان مثلا تو برگزاری همایش هاتو اپلای کمک کردم، تو تیم اجراییش بودم، چون برایش خیلی مهمه بدونن شما میتونید با بقیه ارتباط برقرار کنید، میتونید کار گروهی رو ببرین جلو و میتونید مدیریت خوبی داشته باشید. اینا رو بنویسید و بعد حالا بقیه مثلا یه سری ریسرچ های خاص که داشتید رو انجام بدید، و بعد اگر با استاد شاخصی تو دانشگاهتون کار کردین بگید من با این استاد کار کردم، با این پروژه کار کردم. اگر TA بودید از تجربه TA بودنتون بنویسین و کارهای خلاقانه که ممکنه تو دوره انجام دادید و بهش اجاره کنید. و بعد آخر بیاین بنویسید که چرا دارید، یه پاراگراف بنویسید که چرا میخواین ادامه تحصیل بدید و چرا حالا دکترا به دردتون میخوره. تا اینجا دارین مثلا میگین چرا رشتهتون رو دوست داشتین و چرا رشتهتون رو انتخاب کردین، اینجا بعد بگین چرا میخواین ادامه تحصیل بدین و چرا اپلای کردین. پاراگراف بعدی چرا اون دانشگاه رو انتخاب کردین، دانشگاه چی داره که انتخاب کردین. باز دوباره بچا، یکی از بهترین دانشگاه های دنیاست که من تا به اون آرزوی بچگیم این بوده که در این دانشگاه همه اینو می نویسن. واقعا خب
واقعا خب غیر از این نیست، منم نوشتم تو سوپیم، ولی بعضی از دانشگاه ها ممکنه برای بعضی از ماها یه معنی خاصتری داشته باشه. واقعا اگه همچین چیزی هست SOP رو برای اون دانشگاه خاص بنویسید و حتی توصیه میشه برای هر دانشگاهی که می‌نویسین این دو سه پاراگراف آخرش خاص اون دانشگاه باشه. و بعد پاراگراف آخر که می‌نویسین چرا اون دانشگاه، تو کانادا که میدونم اینجوریه که بچه ها اسم دو نفر سوپروایزر رو باید بیارن تو SOPشون و بگن من میخوام تو لابراتوری این استاد کار کنم به این دلیل که حالا هم ریسرچاشون شبیه من هست، همین که حالا به هر دلیل دیگه من دوست دارم زیر نظرشون کار کنم. تو آمریکا شاید مرسوم نباشه ولی من نوشتم اسم دو تا از استادایی که میخواستم باشون کار کنم و نوشتم و دلایلم آوردم، به خاطر اینکه من قبلا مثلا پروژه پایان‌نامه‌ام این موضوع بوده و این استاد دقیقاً داره روی موضوع کار میکنه. و بعد که حالا اینو هم نوشتید، قسمت آخرش هم میتونید یه پاراگراف قشنگ مثلا برای خاتمه بنویسید، یعنی یه سامری خیلی کوتاه از کلی بنویسید که مثلا آوتلاین ذهنیتون باشه. و توصیه میشه جمله آخر هم تشکر کنید از اینکه حالا اون استاد هر کسی که داره اون SOPتون رو میخونه و بررسی میکنه، کار قشنگه. ولی حالا من بازم بهتون توصیه میکنم SOPتون خاص خودتون باشه، داستان خودتون باشه، ذهنتون رو نبندین. اصلا امتحان تافل یا جاری نیست که بگیم سه تا پاراگراف چهار تا پاراگراف حتما بعد این کلمات باشه، استراکچر هاشین گرامری استفاده کنین، نمرتون بالا تعمیره. نه، واقعا خودتون باید باشین و هر آن چیزی که دارین رو پرزنت کنید. اصلا بشینید بنویسید هر چیز کوچیکی که مثلا فکر میکنید که تاثیر داشته باشه بنویسید. اگر مثلا ورزش خاصی رو انجام میدین به صورت حرفه‌ای بنویسید. اگر مثلا حالا میگم همایش خاصی رو برگزار کردین بنویسید، در مورد تیاتون توضیح بدین، واقعا تاثیر میذاره. و بعد اینکه امیدوارم که این SOPتون در رزومتون بهتون کمک کنه تو روند، چون SOP میتونه تاثیر داشته باشه و تاثیر مثبت داشته باشه. من یکی از استادام تو دانشگاه این مثالو برای من زد، پس موثقه. یه دانشجویی داشت معدلش 14.5 بود و بعد خب حالا اون دانشگاهی که فرستاده بود معدلش زیر اون معدلی بود که اون دانشگاه میتونست پذیرش بده، ولی اون دانشجو SOPشو فرستاده بود و توضیح داده بود چرا معدلش پایین بوده، احتمال داشته روی پروژه پژوهشی کار میکرده که نمیتونسته وقتش رو دانشگاه بگذرونه، مرود خارج از دانشگاه باشه و اون دانشگاه با اون SOP ایشون پذیرفته بود. یعنی اگر معدلتون پایینه میتونین تو SOP توضیح بدین چرا پایینه. من معدلم پایینه چون درگیر این پروژه بودم، معدلم پایینه چون به این دلایل، یا معدلم دوست مثلا من یکی از دوستان معدل دو سال اولش 16 بود بعد دو سال آخر شد 17.5، 1.5 نمره اومد آورد بالا و تو حسابش توضیح داد من معدل دو سال اولم این بوده به این دلیل، چون زیاد حوصله درس خوندن نداشتم، ولی بعد یهو یادم افتاد که یعنی یهو فهمیدم که من این نیستم، دارم زندگیمو گم میکنم. و بعد یعنی این توضیحات تو SOP میتونه بیاد و میتونه کمک کنه. بعد من نمیدونم الان قسمت کاست پردیکشن هم همین الان بگم دیگه. خب بعد یه قسمت دیگه از شاید اصلا ربطی به SOP رزومه نداشته باشه، یه خلاصه این جدول از تمام اون هزینه هایی که ممکنه تو اپلای گریبانگیر شما بشه هست که من اینجا نوشتم. GRE ثبت نامش فکر کنم $195 اگر زیاد نشده باشه، ولی میدونم تافل امسال شده $210، وانسا ما 190 بود الان شده $210. برای میدونم که تافل یه سری، من خودم کلاس تافل نرفتم نمیدونم نمره های کلاس تافل چقدره، ولی میدونم کلاس جدی حدود 650 تومنه کلاسش اگه بخوایم بریم یه کلاس خوب و اینا. یه سری آزمونای آزمایشی هم هست که میتونین ثبت نام کنین، فکر کنم حدود 30 تومنه از 30 تا 60 تومنه، حالا دقیقاً ممکنه قیمتا تغییر کرده باشه. بعد با یه سری کتابایی که میخرید حالا حدود 70 تومن جاری، من کتاب ننوشتم چون خودم نخریده بودم، ولی هر کتابی حدود 20 تومنه، یعنی هر کتاب جاری که بخوایم بگین حدود 20 تومنه، ولی من بیشتر خودم با PDF ها و حالا سایتایی که بوده کار کردم. بعد حالا گرفتن ترانسکریپت برای من یادمه که برای سال ما، ولی یادمه که سال ما 10 تومن میدادی بعد هر دونه اضافه 5000 تومن، ولی بعد یهو یه جهش قیمتی پیدا کرد، من تا 50 تومن هم شنیدم که دفعه اول باید بدین، یه مقداری قیمتش بیشتر شده، یه ذره آفیشال و آن آفیشال با هم فرق کرده. حالا اینو بعد از خود آموزش مکانیک بپرسید. پست مدارک، بعد از دانشگاه میخوان شما مدارکتون رو پست کنید، حدود 70000 تومن در میاد با DHL، من فرستادم DHLی که حالا تو قائم مقامه، و حالا یه سرویس فیه که مثلا که $200، وقت سفارت هم $160، حدود 2 میلیون هم بکنم برای سفرتون به اون سفارت و اینا بعد کنار بذارید. بعد هر فی هم که اینجا نوشتم
یعنی شما اپلیکیشنتون که میخواین سابمیت کنین بعد یه پولی به حساب دانشگاه بریزید، حدود 90 تا 120 دلاره. حالا هر دانشگاهی 90 دلار دیگه، فکر کنم میتونین یه حسابی بکنین که ببینید چقدر حدودا باید برای اپلایتون کنار بذارید. من فکر کنم تموم شدم. تشکر میکنم از یاسمن. یه سری نکته هست که من اینجا بگم بهتون. یکی این که جیاری سابجکت گفتن، یکی به من گفتش که بهتون بگم کامپیوتر ساینس مثل که یکی دو سال جیاری سابجکت برگزار نمیشه، یه بار روش حساب نکنید، کلن هم برگزار نمیشه، نه که تو ایران یا خارج. ولی حالا بعد باز مطمئنی سفر گفتم بگم در جریان باشید. بعد راجع به فیلم مراسم و اینها هم که فیلم مراسم که گفتم رو دیویدی میدیم، علاوه ما یه سری اطلاعاتی مثل یه سری SOP و رزومه نمونه و همینطور این اسلایدهایی که دوستان از روش توضیح میدن و روی سایت ACM براتون میذاریم، حتما سر بزنید. توی اون DVD هم احتمالا هست، ولی پس نگران اینا هم نباشید. یه لحظه راجبه این کدای تخفیف 100%، سه تا از برنده ها تا الان معلوم شدن. سه تا از برنده ها خب و یکیشون رو الان معرفی میکنم، بعد تو قسمت بعدی بقیه رو میگم. 0910 آخرش 3515. بعد دو تا کد تخفیف جدیدم اضافه شده که پس شانستون برای تخفیف 100%، تخفیف 30% که همه دارن، یعنی این برنده تخفیف 100% شد. بعد یه سری هم هستن که SMS دریافت نکردن، به خاطر این بوده که SMS تبلیغاتی گوشیشون رو غیر فعال کردن. بعد خب برای اینکه دریافت کنن تخفیف رو زنگ بزنن به خود پرشین دانشجو، ببخشید، زنگ بزنن به پرشین دانشجو این مشکل رو بگن بهشون، یعنی مشکل پیش نمیاد. حالا توی این قسمت دعوت میکنم از دوستم اشکان دوباره بیاد راجع به اینکه حالا هوم پیج چجوری درست کنیم واسه اینکه خودمون رو معرفی کنیم به اساتید که خیلی هم مهمه، راجبش برامون صحبت کنه. خواهش میکنم به بالا بیا. تشویقش کن. عریف باش. خب من یه ذره سر و وزنم مرتب کنم. چی شده؟ آره همون جایی که اون یکی ها رو گذاشتم اونم هست دیگه. چرا سوال میکنی؟ چرا باید سایت درست کنیم؟ باید نداره، میتونید درست نکنید، نکته ای هم نداره. ولی چند تا نکته این وسط من بهتون میگم. اولیش اینه که شما خیلی اگه دوست دارید میل بزنید به تعداد زیادی آدم که حالا به ذات خودش کار خوبی نیست، ولی بعضی آدم ها دوست ندارن که اتچمنت رو میلشون باشه دانلود کنن. قراره که واسه شما تعریف کنم داستانش چیه. اولین نکته اینه که شما سایتتون احتیاج به یه دومین داره، یه URLی که هر کی اون URL رو استفاده کرد برسه به سایت شما. دانشکده ما مثلا یه سروری داره به اسم خورشید که این URL ها روشه، هر کسی هم یه دونه پیج میگیره و استفاده میکنه.
میتونیدم برید یه عالمه سایت هست که ثبت نام میکنید، از این هستای اشتراکی بهتون میدن، روش بریزید اون 4 تا صفحه HTML میخواید بریزید و اینا، همه چی حله، اون کارا رو انجام میدن و اینجوری میتونید یه URL مخصوص به خودتون داشته باشید. محتوایی که توی سایت میذارید، من یه ذره مجبورم تندتر صحبت کنم، یه ذره از زمان بندی مراسم عقب موینا، یکی این که راجع به خودتون یه توضیحی میدین، یکی این که همون رزومتون رو به صورت HTML همون صفحه اولش میذارین، یعنی هر کی رفت، یکی از کارهایی که میتونین بکنین یعنی اینه، هر کی رفت همون اول با رزومه شما مواجه میشه. میگم باز یه آلترناتیویه بر اتش کردن رزومه دیگه. حتما هر چی کانتکت اینفورمیشن دارید، شماره تماس، آدرس حالا خیلی چیز نیست، هرچی شبکه‌های اجتماعی، ایمیل، نمیدونم اینور و اونور، تا میتونین بذارین اونجا که هر کی خواست شما رو پیدا کنه قطعا بتونه پیداتون کنه. اون آیتمایی که میبینید میتونن بیشتر از رزومتون بشن، به خاطر اینکه سایت این قابلیت رو داره که مثلا یه چیزی جمع بشه وقتی کلیک میکنن باز بشه، به خاطر همین میتونه تعداد حجم مطلبش از اونقدی که توی سیوی مینویسین بیشتر باشه، اگه درست بتونین مدیریتش کنین و طراحیش کنین. یه نکته دیگه ای که باید خیلی رعایت کنین نویگیشن توی سایتتونه، باید عمق نویگیشن کم کنید، یعنی هر کی بتونه از هر جا به هر جا خواست بره با یک کلیک نهایتاً دیگه دوتا کلیک بره. خب بعد این خیلی مهمه، چرا؟ چون سایت شما وظیفش حالت بیلبورده دیگه، یعنی قرار تبلیغ شما رو بکنه، خوبه که یه ذره سریع آدم بتونه اطلاعاتش رو جذب کنه به دست بیاره، وگرنه خب خدافظی میکنه از شما و ترک میکنه اونجا رو. ساده باشه، از خطوطی استفاده کنید، حالا اینا یه سری نکات دیزاینی من سریع‌تر میگم، از خطوطی استفاده کنید که راحت خونده بشن، زیاد بولد نباشن، زیاد باریک نباشن، خیلی ادامه و پیچ پیچ و اینا نداشته باشن. طراحیش کانسیستنت باشه، همه قسمتاش مثل هم باشه، رنگ بندیش یه جوری باشه که مثلا زرد توی آبیه، توی قرمز، توی خاکستری نباشه، چون چشم اذیت میکنه، اصلا قشنگ نیست. سعی کنید مثلا از 3-4 تا رنگی که کنار هم قشنگ در میاد کلن فقط از همون 3-4 تا رنگ استفاده کنید. تایپو نداشته باشید، اینا حالا چیزایی که مختص سایت نیست، همه جا تایپو نداشته باشید، یه بار چک کنید رو. و باز دوباره مثل بیلبورد طراحیش کنید، یعنی هر کی اونو دید یه دفعه مثل تبلیغ شما تو اتوبان میبینید دیگه، یه بیلبورد مثلا یه لحظه اسم میکنید که چه خوبه من دارم اینو بخرم، خب چه خوبه که من این دانشجو رو بگیرم. یه سری این وسط کمک شما هست که آمار جمع کنید، از اینکه کی سایتتون رو میبینه، یا اگه سایتتون اومد پایین بتونید متوجه شید فلان اومد پایین، یعنی که از دسترس بقیه خارج شد. یکی گوگل آنالیتیکسه که شما به یه کدی به شما میده، شما اینو میذارین توی صفحه های مختلف سایتتون و هر کدوم از اونا لود شد، این کد اجرا شد، سرور گوگل آنالیتیکس متوجه میشه و بعد میتونید برید نمودارا رو ببینید، چقدر آدم اومدن تو سایت من، کدوم صفحه ها اومدن، از کجاها اومدن، آی پی هاشون چیا بوده و خلاصه این صحبت ها. پرژن ست هم همین کارا رو میکنه، یه ذره ساده تر با دیتیل کمتر، دنگ و فنگش کمتره، راحت تره، من خودم از همین استفاده کردم. یسور یه ابزاریه که ایمیلاتون رو ترک میکنه، خیلی بامزه، باز شدن ایمیلتون رو بیشتر وقتا میتونه به شما اطلاع بده. داستانش اینه که یه عکس سفید خیلی کوچولویی میندازه ته ایمیلتون که وقتی باز شد اون عکس ریکوستش میره واسه اون سروره. هوست تریکر و
آپتایم ربات دوتا ربات هن که اگه سایتتون از دسترس خارج شد یه ایمیل به شما میزنن. پس این دوتا هم از این نظر موجودات به درد بخوری هن. حرفای من اینجا تقریبا تموم میشه، غیر از دوتا ابزار دیگه و یه نکته دیگه. یکی لینکه که خب همیشه میشه متنهای مختلفی رو گذاشت برای ایمیل ها، خوبه که یه ذره حتی اگه میخوایم URL بذاریم واسه یه لینک و یه متن نذاریم URL تمیزتری بذاریم. همینجور که میبینید اون URL و اون تکست تو دیسپلی این دوتا با هم دیگه یه فرق کوچولویی داره، اون پارامتر آخرشه. بهتره که یه خورده کلن جمع و جورتر کنیم، تمیزتر کار کنیم به این روش. اینی که میبینید این پایینم یه خط از آمار پرژن استاته که یه آی پی میبینید که میگه این آی پی به سایت شما دسترسی پیدا کرده. خب حالا این آی پی رو چی کارش کنم؟ یه دوست عزیزی داریم ما به اسم آی پی تو لوکیشن که آی پی رو بهش میدین، بهتون میگه که این کجاست. حالا نمیگه کیه مثلا چند تا، ولی میگه کجاست. اینه که شما میتونید یه ذره بفهمید که خب کی سایتتون رو نگاه کرده دیگه. کلن اگه خیلی سایتتون رو نگاه میکنن وقت میتونید خوشحال بشید. این تمام بحثی بود که من در باره سایت الان میتونستم بهتون بگم. یه ذره طراحی ها رو سلیقه به خرج بدید و راحت تر و اینا، کلن خودتون خوشحال ترید. فکر نمی کنم دیگه مسئله خاصی باشه. ممنون بکنم. مرسی عشقا. سه تا دیگه از برنده ها رو من اینجا اعلام کنم، برنده های 100% تخفیف. 0938 دو شماره آخر 2836، 0912 6005، 0917 5741. اگرم اسمس جواب باز نیومده که 100% تخفیف بودید، باز دیدید که نیومده چیزی براتون تو این شماره‌ای که من خوندم بودید، بدونید که همون بستید اسمس هاتون رو، اسمس های تبلیغاتی رو، و زنگ بزنید به پرشین دانشجو تا هماهنگ کنید. خب باز نگران سوالاتون هم نباشید، ما توی این زیادم سوال نبود راجع به سی وی و اینا، ولی توی قسمت پرسش و پاسخ آخر اونا رو مطرح میکنیم. توی این قسمت یه کلیپ براتون داریم. این کلیپ راجع به، یعنی تم کلیش اینه که یکی از دوستان راجع به کارآموزی خارج از کشور میخواد صحبت کنه که اصلا چطوری میشه رفت واسه کارآموزی به خارج از کشور و اینکه چقدر تاثیر داره واسه اینکه ما بعداً ادامه تحصیل بخوایم بدیم یه جای دیگه، یه بار رفته باشیم کارآموزی خارج از کشور. یه خانم آیدا امینی هستش، قراره بره واشنگتن و الان برامون صحبت می‌کنه. دانشجو کارشناسی کامپیوتر همین دانشکده هم بوده. با تشکر. سلام، من خواستم به رجوع اپلای کردم برای کارآموزی خارج از کشور باهاتون صحبت کنم. بله برای کارآموزی هم میتونید اپلای کنید. از خوبیایی که داره اینه که یه فرصت 3 ماه هست که میتونید ببینید میخواید خارج از کشور زندگی کنید یا نه. دومین خوبیش اینه که بالاخره اسم جایی که هستید توی رزومتون میاد، پروژه که کار کردید برای رزومه، برای تقویت رزومتون خیلی فرصت خوبیه. من خودم دو تا کارآموزی توی دانشگاه پی اف ال گذروندم. الانم کارآموزیم توی گوگل هستش. میخوام یکم از تجربه خودم راجع به اپلای کردم براتون بگم، یکم تفاوت و کلا جاهایی که میتونید اپلای کنید، جاهایی که من ازش اطلاع دارم براتون بگم. کلا برای اپلای کردن برای اینترنشیپ دو حالت دارید، یکی مستقل خودتون یه جایی پیدا کنید، یکم حالت غیر مستقلش هست. غیر مستقلش میشه یا اورگانایزیشن هایی مثل آیستو و آیسک که هر کشوری برای خودش یا آیستو داره و همه کمپانی ها پیشنهاداشون رو، این کمپانی ها که میخوان با آیستو کارآموز بگیرن پیشنهاداشون رو میدن با آیستو. این پیشنهاد ها آیستو کشورهای مختلف با هم جابجا میکنن. وقتی دانشجو مراجعه میکنن بر حسب توانایی و علاقه هاشون آیستو پروژه که به اونا مچ بیشتری هست رو بهشون میده.
که میتونید یه پروژه رو قبول کنید یا منتظر پروژه دیگه بمونید. طریقه اپلایش اینه که آسته توی ایران شعبش توی دانشگاه تهرانه، یا باید ایمیل بزنید یا مراجعه کنید، یه فرم بهتون میدن، اونو با ریز نمراتتون رو براشون میفرستید، باهاتون مسابقه انگلیسی میذارن بعد از یه مدت، و بعد از یه مدت هم بهتون آفر مناسبتون رو میدن. اما میتونید مستقل هم خودتون بگردید دنبال جاهایی که اینترنشیپ میدن. یه خوبیش اینه که خودتون کنترل دارید روی اینکه کجا شانس قبولیتون رو ببرید بالا، باعث این امکان رو ندارین. یه خوبی دیگه اینه که معمولا جاهای بهتری میتونید اینترنشیپ پیدا کنید، با حقوقای بهتری میتونید کارآموزی برید. به صورت مستقل خودتون میتونید مرکزهای تحقیقاتی رو بگردید، دانشگاه ها رو بگردید، یا توی کمپانی ها دنباله کارموزی باشید. در مورد مرکز تحقیقاتی من خیلی اطلاعی ندارم. یه نمونهش مکس پلان که توی اروپا شو بداره. برای دانشگاه ها، خیلی از دانشگاه ها برنامه خیلی دقیقی برای اینترنشیپ ندارن. یعنی شما باید بگردید توی استاد دنبال استاد و آزمایشگاهی که دوست دارید، پروژه‌ش رو اگه دوست داشته باشید بعد رزومتون رو یا لینک وبسایتتون رو به استاد بفرستید، بگید من به کارتون علاقه دارم، اگر ازش بپرسید که آیا کارآموز میخواد یا نه. در مورد EPFL یه برنامه خیلی منظمی داره به اسم سامرت EPFL برای بچه های برق و کامپیوتر و آیتی. بقیه رشته ها باید خودشون دوباره دنبال استاد بگردن توی اون دانشگاه اپلای کنن. اگه برید سایت سامرت EPFL.ch یا توی گوگل سرچ کنید سامرت EPFL، اولین لینک برنامه زمانبندیه برای فرم فرستادن و اپلای کردن نتیجه گرفتن از EPFL کاملا مشخصه. اینجوری که یه لتر موتیویشن میخوان که همون SOPه، باید بنویسید چرا میخواید توی EPFL کارموز بشید، چه خوبیه براتون داره این اینترنشیپ. بعد راجع به بکگراند و علاقاتون صحبت کنید. یه مدرک دیگه که میخوان ریز نمرات انگلیسیه در مورد بچه دانشگاه تهران که میتونن راحت از آموزش بگیرن و این فرم رو میفرستید. کلن قبول شدن برای کارآموزی EPFL دو مرحله است. یه مرحلهش پری سلکشنه که ادمیشن کمیتی میاد تصمیم میگیره کیا رو قبول کنه. توی این مرحله خیلی بر حسب معدل تصمیم میگیرن. یه معدل های زیر حدود 18 ترمن ممکن احتمال حذف شدن دارن. در اینکه اگه معدل زیر 18 دارید حتما با استاد خودتون مکاتبه کنید، چون که حتی اگه از طریق یعنی حتی اگه سامر اینترن نتونید برید اونجا، میتونید با عنوان ساینتیست برید. از نظر دانشگاه ایران این دوتا با هم هیچ فرقی نداره. از نظر EPFL هم فقط یه اسم حقوق و کاری که میکنید دقیقا یکیه. بعد از اینکه ادمیشن کمیتی تصمیماشو بگیره، بعد اپلیکیشناتون برای استادا معلوم میشه. بعد استادا بر حسب علاقه‌ای که شما زدید توی گروه های مختلف میرید، استادا اپلیکیشناتون رو میبینن. اگه کارآموز بخوام و شما مچش باشین انتخابتون میکنن. در مورد دانشگاه دیگه هم باید نگاه کنید، اگه برنامه اینترنشیپ ندارن دنبال استاد بگردید. در مورد کمپانی یه خوبی که داره اینه که حقوق بالاتری داره، ولی قبول شدن توش کار سخت‌تریه. در مورد دانشگاه بعد از اینکه به استاد ایمیل زدید، شاید یه مصاحبه با استاد یا پستاکی که قرار باش کار کنید براتون بذارن و بعدش نتیجه نهایی رو بهتون بدن. توی کمپانی تعداد مصاحبه هاتون بیشتره، مصاحبه های تکنیکال خواهید داشت. در مورد گوگل اینجوری بود که دوتا مصاحبه تلفنی باهاتون میذاشتن، یه گوگل داکر مشترک بین شما و مصاحبه‌گر بازه، ازتون یه سوال کدی میپرسه، شما باید براش کد بزنید. توی این مصاحبه ها چیزی که مهمه نحوه فکر کردنتونه. نباید برای یه مدت طولانی سکوت کنید. حتی اگه دارید به راحل اشتباه فکر میکنید، باید با مصاحبه‌گر صحبت کنید. مصاحبه‌گر اونجاست که باید بهتون کمک کنه، اونجا نیست که بخواد ایرادات شما رو بگیره و دلش میخواد که تو آخر اون مجموعه فکری که انجام شده یه چیز خوب و مفیدی باشه. برای من دوتا مسابقه تلفنی بود، بعدش یه مسابقه حضوری بود که ما از طریق ویدیو کال باید انجام بدیم.
و بعدش هم وارد پروسه هاست مچینگ میشین بر حسب قاره‌ای که انتخاب کردید برای کارآموزی، یه پروژه‌ای که با علایقتون تطبیق داره رو براتون انتخاب میکنن، با هاستتون در مورد اون پروژه صحبت میکنید، اگه خوشتون بیاد میتونید قبولش کنید و برید برای کارآموزی. چند تا نکته هست که میخوام بهتون بگم. یکی این که حتما ببینید، دنبالش باشید، اتفاق خوبیه که برید تجربه کنید و اتفاق طولانی هم نیست. در مورد کارآموزی ها، کارآموزی گرفتن از کمپانی برای آمریکا یکم سخت‌تره در مورد پروسه ویزاش مخصوصا، چون که باید یه اکسپورت لایسنس هم علاوه بر ویزا بگیرید و اون معمولا ایرانی ها تو گرفتنش یکم به مشکل شاید بخورن. یه برنامه‌ای که گوگل داره میذاره جدیدن و خیلی برنامه خوبیه برای بچه سال اول و دومه دانشگاه است. فکر میکنید که هیچ تجربه‌ای ندارید و سال اول و دوم سالی نیست که بخواید خیلی تجربه بزرگی بکنید، ولی خب این فرصتی براتون هست که بتونید با یک کارآموز کار کنید، کارآموز رو از نزدیک ببینید و بعدش هم برای سال بعد خب خیلی راحت تر کارآموزی میتونید داشته باشید. خیلی ممنونم که الان دارید اینو میبینید، امیدوارم که بتونم کمکی کرده باشم و امیدوارم که موفق باشید و اینترنشیپ‌های خوب برید. با تشکر. خب الان میخواییم راجع به یه قسمتی صحبت کنیم که خیلی توی سوالاتون هم بودش که چجوری حالا ما این دانش کنیم از کجا و اینا. توی این قسمت آقای علیرضا صادقی دانشجوی کارشناسی ارشد برق همین دانش کرده میخواد برامون صحبت کنه که قراره بره مینسوتا. من میدونم مینسوتا. بفرمه تشکرش میکنم. یکی از مهمترین در واقع کارهایی که باید بکنی تصمیمیه که در واقع باید در مورد دانشگاهتون بگیرین که میخواین به کدوم دانشگاه اپلای کنید، چه دانشگاهی رو توی در واقع لیست خودتون بیارین. انتخاب دانشگاه یه مقدار در واقع کلیتره. قبل از اینکه شما بخواید در مورد دانشگاهتون تصمیم بگیرین، باید در مورد منطقه جغرافیا اون جایی که می‌خواید برین تصمیم درستی بگیرین. بعضیا دوست دارن که به آسیا، مثلا آسیای شرقی مثل ژاپن یا سنگاپور که بعضن دانشگاه خوبی هم دارن اپلای کنن، استرالیا هم بعضی ها اپلای میکنن، اما حجم عظیمی از اپلای هایی که خصوصا از ایران میشه برای اروپا، کانادا و آمریکاست. بنا به دلایل خاص خودشون هر کدوم از این کشورها بنا به در واقع شرایط خاص خودشون، فرهنگ خاص خودشون، شرایط ویژه‌ای رو برای دانشجو مهیا میکنن. اون چه شما باید در واقع انتخاب بکنید، باید یه تصمیم عاقلانه بگیرید بر اساس داده هایی که در مورد این کشورها جمع خواهید کرد. شما قطعاً برای اینکه بتونید یه تصمیم درستی بگیرید باید کاملاً آگاه باشید از شرایط اونجایی که خواهید رفت. اگرچه وقتی شما از ایران پاتونو بیرون میذارید یه مقدار فرهنگ کلیه، شاید دنیا در واقع یه فرهنگ خاصی باشه، ولی هر کدوم از این کشورها فرهنگ خاص خودشون رو هم دارن و اون شرایطی که دانشجو در این کشورها در واقع سنس خواهد کرد با هم متفاوته. شما باید از لایف استایل هایی که توی این کشورها هست آگاه باشین. برای مثال شما باید آگاه باشید که توی اروپا نگاهشون به یک دانشجو، دانشجوی تحصیلات تکمیلی چگونه است.
مثلا برای مثال خیلی از کشورهای اروپایی انتظار یا دانشگاه اروپایی استادانی که توی اروپا شاید شما براشون اپلای کنید شاید انتظار نداشته باشن شما آخر هفته براشون کار کنید، شاید انتظار کار بیش از اندازه ازتون نداشته باشن، فاندایی که بدن فاندای معقول تری باشه و شرایط مناسب تری رو از نظر زندگی داشته باشین. در واقع این لایف استایل ها رو میشه از دانشجویان و دوستانی که اونجا دارید این فیدبک ها رو در این مورد بگید. برای مثال توی آمریکا یه مقدار قضیه فرق میکنه، یه مقدار شرایط